مورد دوم جنگ سریع و هجومیه. اسرائیل توان جنگ فرسایشی به هیچ وجه نداره. شما نگاه بکنید مثل مانی ما 8 سال جنگیدیم. میفهمی یعنی چی؟ اصلا به مخیله اونا نمیگنجه. جنگاشون نگاه کنید، جنگ 1948 شون که بیشترین جنگشون بود، خیلی طول کشید 14 ماه. جنگ 1956 شون کانال سوئز 11 روز که این جنگا همش هست. بعد جنگ 1967 شون 6 روزه بوده. جنگ 1973 که جنگ استکاک یا جنگ یوم کیپور هم معروفه، از 6م تا 25 اکتبر طول کشیده، 19 روز میشه دیگه. بعد جنگ 33 روزه که اسمش روشه، جنگ 6 روزه، 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه. شما میبینید اصلا جنگ 2-3 ماه بالا 2-3 ماه ندارن، نمیتونن بجنگن. اگه بتونی طراحی عملیاتی کنی که اینا درگیری مداوم داشته باشن، نابود اسرائیل. و در ضمن بگم اسرائیل توان جنگیدن تو چند تا جبهه رو نداره، فقط توی جبهه میجنگه. یعنی اگر مثلا با غزه داره میجنگه، کرانه باخترم شلوغ بشه، به هم میریزه، نمیتونن بجنگن.